سلام بچه ها، به کانال World of Facts خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست نکته‌ای از دشمنای بظاهر بی آزاری آماده کردم که شما رو نابود میکنن. میگن ظاهر میتونه گول زننده باشه، اما خب در این موارد بیشتر میتونه کشنده باشه. چرا که ما امروز به 9 دشمن اشاره میکنیم که به ظاهر بی آزار هستن اما شما رو نابود میکنند. اما قبل از اینکه شروع کنید، اجازه بدید یکی دیگه از اعضای جدید خانواده فکس رو بهتون معرفی بکنم، یعنی هیستوری فکس. اگر شما به اتفاقای مهم تاریخی علاقه‌مند هستید، اون جذاباش، حتما بهتون توصیه میکنم از لینک زیر ویدیو به کانال هیستوری فکس سر بزنید، چون که اونا کار خودشونو تازه شروع کردن و کلی ویدیو باحال در مورد تاریخ براتون درست کردن. شماره 9، اسپریگن ها، الدر اسکرول 5، اسکایریم. که بیشتر بازی‌ها و کلاً داستان‌های فانتزی میان از المان‌های طبیعی برای درست کردن دشمن و کلاً کاراکترها استفاده می‌کنن. به عنوان مثال، انسا داخل لورد آف دی رینگز. اما خب، الدر اسکرولز هم اومده با همچین قضیه یک سری دشمن درست کرده به اسم اسپریگن‌ها که در واقع نگهبان‌های طبیعت هستن. اونها به ظاهر موجودات آرومی میان و اگر شما به طبیعت صدمه بزنید دنبالتون باید بکنن، درسته؟ اما خب نه، اصلا اینطور نیست، چرا که اونا از جمله خشن‌ترین و خب اگریسیو‌ترین دشمن‌ها داخل بازی به شمار میرن که خب از فاصله دور به سمتتون حمله میکنن. مبارزه با اونا حسابی میتونه دهن شما رو سرویس بکنه، چرا که نه تنها خون خیلی زیادی دارن بلکه دمج وحشتناکی هم به شما وارد میکنن. از اون گذشته میتونن خودشونو نامرئی بکنن و از همه اینا بدتر دوباره هیل بشن. یعنی اگر دوتا اسپریگن به پست شما بخوره، قطعا به بیشتر از 5-6 تا هیلینگ پوشن نیاز داره. اما کسایی که الدر اسکرولز رو به صورت حرفه‌ای دارن بازی میکنن، احتمالا میدونن که این دشمنا رو شما خیلی راحت میتونید با استفاده از آتیش نابود بکنید. اما اگر بخواید از سلاحایی مثل شمشیر و گرز و این استفاده بکنید، دهنتون قطعا سرویس میشه. شماره 8، میماو، استارتوپیا. استارتوپیا یک بازی که در آینده رخ میده، خب خیلی تم فضایی طور داره. توی این بازی شما میتونید برای خودتون یک مقر درست بکنید و خب میتونید از یک جور حیوان خونگیایی به اسم میماو استفاده کنید که همونطور میبینید خیلی گوگولین. این حیوانا باعث میشن تا روحیه افرادتون بالاتر بره، اما حسابی باید حواستون به میماها باشه، چرا که اونا آشغال میخورن و اگر این آشغالا رو خیلی بخورن میتونن قدرت پیدا کنن و در نتیجه وارد بدن افراد شما بشن و دقیقاً مثل فیلم ایلین اونا رو تبدیل کنن به یک همچین هیولاهایی که به تنهایی میتونن بیس شما رو تقریباً با خاک یکسان بکنن. یعنی خدا نکنه که این حیوانات، یعنی میمه‌ها، دو تا از افراد شما رو آلوده بکنن، چرا که دو تا از این هیولاها قطعاً مساویه با گیم اوور. اگر قصد دارید از همچین حیواناتی داخل بیس خودتون استفاده بکنید، حتما بهتون توصیه میکنم که حواستون بهشون باشه تا بیش از اندازه آشغال نخورند. شماره 7، همستر، والکری پروفایل. خب اول اجازه بدید یک صحبت کوچیکی در مورد بازی والکری پروفایل بکنیم، یکی از اون RPG های کلاسیک که داستان جالبی داره. شما توی این بازی قصد دارید به خدایان شمالی کمک بکنید تا اونا بتونن توی نبرد راگناروک برنده بشن. خب با همچین تمی شما با کلی هیولاها و حیوانات عجیب و غریب داخل این بازی رو در رو میشید که خب بعضیاشون واقعا وحشتناک و قوی هستن، اما به هیچ عنوان انتظار ندارید که همستر جلوتون قرار بگیره. خب وقتی هم که جلوتون باشه احساس میکنید که جوک هستن و خیلی راحت میشه اونا رو شکست داد. اما خب موضوع اینجاست، دوتای اولی رو خیلی راحت میشه شکست داد، اما وقتی که دوتا همستر داخل پارتی باقی بمونن، اون موقع است که از اتک وحشتناک خودشون استفاده میکنن. یعنی یک گله با تعداد زیادی همستر به سمت شما حمله میکنه و دمیج خیلی زیادی بهتون میده. اگر مراقب نباشید، خب لول های هیلینگ رو کنار نداشته باشید، قطعا این دوتا همستر میتونن پارتی شما رو نابود بکنن و شما بازی رو ببازید. شماره 6، تامبری، فاینال فانتزی 7 ریمیک. خب تامبری توی خیلی از نسخه‌های قدیمی فاینال فانتزی حضور داشته، اما من می‌خوام به فاینال فانتزی 7 ریمیک اشاره کنم، چرا که خیلی هستن برای اولین بار با فرانچایز فاینال فانتزی با این بازی آشنا شدن و اونجاست که اولین بار تامبری رو می‌بینن. این موجود خزنده طور سبز رنگ گوگولی با اون چشمای خیلی جذابش، اون یه فانوس خیلی خوشگل و یک چاقوی کوچیک دستشه. اگر کنار این بابا نبود، قطعا هیچ کس فکر نمی‌کرد که اون دشمن شماست. اما همونطور که اول ویدیو گفتیم، به هیچ عنوان نباید گول ظاهر این دشمنا رو بخورید، چرا که همون چاقوی کوچولی که میبینید با یک ضربه میتونه شما رو بکشه. چشای زرد قشنگی داره، یه اشعه از اون چشاش بازم میتونه شما رو با یک ضربه بکشه.
بماند که خون این موجود گوگولی به شدت زیاده و قطعا تایم خیلی زیادی از شما رو میگیره تا بتونید اونا شکست بدید. از اون گذشته اصلا به فکر جا خالی دادن نباشید، چرا که تامبری میتونه از یک جادوی استفاده بکنه که کاراکتر شما رو برای چند ثانیه سر جای خودش نگه داره. تازه تامبری توی بازی فاینال فانتزی 7 ریمیک یک ذره ضعیف‌تر شده. توی نسخه‌های قدیمی‌تر اینطوری بود که قدرت اون با توجه به تعداد دشمنی که شما کشته بودید افزایش پیدا می‌کرد. همونطور که گفتم پلیرهای قدیمی فاینال فانتزی میدونن که این تامبری عجب هیولاییه، اما کسی که برای اولین بار توی فاینال فانتزی 7 ریمیک با این دشمن گوگلی آشنا شدن قطعا سورپرایز شدند. شماره 5، سانانه، فاینال فایت استریت فایت. توی بازی فاینال فایت استریت فایت شما با گنگسترها و کلن عرازل خیابانی مبارزه میکنید که خب قیافشون کامل به شما نشون میده عجب عوضیایی هستن. اما یه سری دشمن داخل اون بازی وجود دارن به اسم سانانه، یعنی این دختره نوجوان که یک کوله پشتی روی دوششونه. شما احساس میکنید اونا دارن به دبیرستان میرن، اما موضوع اینجاست، سانانه ها یکی از عوضی ترین دشمنه هستن که شما داخل بازی فاینال فایت استریت وایز باشون رو در رو میشید، چرا که اونا دو برابر بقیه دشمنه که باشون رو در رو میشید دمج بهتون وارد میکنن. از اون گذشته داخل اون بازی اگر شما با ارزل درگیر بشید و پلیس شما رو ببینه میاد بهتون کمک میکنه، اما اگر با سانانه ها مبارزه بکنید و خب اون موقع پلیس شما رو ببینه برعکس میاد به این دختر رو کمک میکنه، چرا که فکر میکنه یه دختر که نمیتونه خلافکار باشه قطعا این مشکل شماست که دارید باش مبارزه میکنید. به غیر از همه اینا بازی فاینال فایت استریت وایز یک سیستم داره به اسم فیر پلی که توی اون اگر شما بیشتر از 5 تا از این دخترها رو شکست بدید امتیاز فیر پلیتون پایین‌تر میاد و در نتیجه شما پایان بدو میگیرید. شماره 4، دیمن رابیت، شادو واریور ریبوت شده. توی نسخه اوریجینال شادو واریور کلاسیک که سالها پیش عرضه شده بود شما میتونستید یک سری خرگوش کوچولو رو ببینید که خب اونا داشتن با هم دیگه حرکت هم میزدن و در کمال تعجب شما میتونستید بهشون حمله بکنید و اونا رو بکشید. نمیدونم چرا باید این کارو میکردید، اما خب این راهکار دیالتون بود. وقتی که بازی شادو واریور ریبوت شد شما دوباره میتونستید این خرگوشای سفید گوگولی رو ببینید که این بار اگر سه تا از اونا رو میکشید یک اتفاق میافتاد. خرگوش چهارم یهو رنگش مشکی میشد و خب ازش آتیش میزد بیرون. یک آهنگ هوی متال خیلی خفن هم پخش میشد و بعد این خرگوش جهنمی به شما حمله میکرد و دهنتون رو سرویس میکرد. اصلا قدرت اونو دست کم نگیرید، چرا که این خرگوش مشکی واقعا دمیج زیادی میتونست به شما وارد کنه و اگر مراقب نبودید به راحتی میتونست شما رو بکشه. شماره 3، بارک اسکورپیون، فالات نیو وگاس. وقتی اسم فرانچایز فالات و خب اسکورپیون یا همون عقرب‌ها به گوش میرسه شما قطعا یاد رد اسکورپیون ها میافتید، همون عقرب‌های گنده سیاه رنگ که اگر لولتون بالا نباشه قطعا دهن شما رو سرویس میکنن. اما توی نسخه نیو وگاس یک سری عقرب جدید به بازی معرفی شدن به اسم بارک اسکورپیون که خب به شدت از رد اسکورپیون ها ضعیف‌تر بودن، اما یک موضوعی در موردشون وجود داشت. وقتی که شما میخواستید به مخفیگاه برادر آف ستیل برید یک منطقه وجود داشت که توش پر از این بارک اسکورپیون ها بود و خب وقتی که تعداد اونا زیاد بود اون موقع است که دهنتون سرویس میشد. نه، هر کدوم از این بارک اسکورپیون ها دمج زیادی هم به شما وارد نمیکنن، اما بهتون دمج سمی میزنن و خب هر چند لحظه یهو دمجتون به خاطر اون سم کمتر میشه و بدتر از همه اینا میدونی چیه؟ اینکه اون دمج سمی استک میشه، یعنی یکی از این عقرب ها میتونه بهتون دوتا دمج سمی وارد بکنه، اما وقتی که نفر بعدی میاد بهتون ضربه میزنه یک دوتای دیگه بهتون اضافه میشه و میشه 4. همینجوری این دمج بالاتر میره و خب کاملا مشخصه که چه بلایی قرار سر شما بیاد. اگر هنگام مبارزه با این موجودات عوضی حواستون نباشه و به اندازه کافی پادزهر و خون نداشته باشید قطعا جونتون رو از دست میدید. شماره 2، دالز گرول. توی دوره بازی های بیتماپ ساید اسکرولر پر بودن، یعنی شما میتونستید انواع اقسام این بازی ها رو با تم های عجیب و غریب پیدا بکنید. از نظر من یکی از عجیب ترین اونا مربوط به گرول میشه، جایی که شما میرید از حیوانات حمایت بکنید، چرا که یک دسته قاچاقچی دارن میان این حیوانات رو میدوستن. اما یه موضوعی وجود داره، وقتی که اسم قاچاقچی میاد شما یاد همچین کسایی میافتید دیگه، درسته؟ خب جالبه بدونید که توی این بازی یه سری دشمن دیگه وجود دارن که همچین ریختی دارن، یعنی به صورت رسمی کدنامن پوشیدن و دهن شما رو سرویس میکنن. درسته که این دشمنه در نگاه اول اونقدر کاری ندارن و خب ضرباتش هم اونقدر بهتون دمیج وارد نمیکنه، اما یه فرقی با بقیه دشمنی داخل بازی میکنن، اونم اینه که به سمتتون نارنجک پرت میکنن. آره، اونا توی لباس خودشون نارنجک قایم کردن و وقتی که شما دارید مبارزه میکنید اون نارنجک ها رو به سمتتون پرت میکنن که خب اگر منفجر بشن یک سوم از خونتون کم میشه. اما خب یه چیزی هم وجود داره،
یه سری از مپا هستن که کلی از این خانما توش قرار دارن و به سمتتون کلی نارنجک پرت میکنن. اینطور جاها باید حسابی حواستون باشه، چرا که اگر سه تا از اون نارنجک ها منفجر بشن و به شما بخورن شما میمیرید. شماره 1، کنزدرها، فالات نیو وگاس. اما خب بازم میرم سراغ بازی فالات نیو وگاس و قطعا مزخرف‌ترین دشمنی که داخل اون بودن یعنی کنزدرها. این زنبورها که خب به نظر کار خاصی با شما ندارن، مثل بوت فلای ها میمونن که خیلی راحت میتونید شما اونا رو بکشید، اما اصلا اینطور نیست. برخلاف بوت فلای ها، کنزدرها دمیج خیلی زیادی به شما وارد میکنن. تقریبا دو تا نیش از اونا توی درجه سختی بالاتر کار شما رو میسازه. خیلی هم سرعتشون زیاده و از اون گذشته گله‌ای به سمتتون حمله میکنن. هیچ راهکار خاصی برای مقابله با این دشمنه عوضی وجود نداره. تنها راهی که بهتون پیشنهاد میکنم اینه که باشون درگیر نشین، از دستشون فرار بکنین، یعنی که سعی کنید اونا رو یکی یکی به سمت خودتون بکشید و خب شکستشون بدید. بدون هیچ تردیدی کنزدرها خطرناک‌ترین دشمنی هستن که تا حالا توی فرانچایز فالات باشون رو در رو شدید و خب خوشبختانه از اونا فقط توی بازی فالات نیو وگاس استفاده شده. اما چیزی که خیلی‌ها نتونستن هضمش بکنن ظاهر این دشمن است، چرا که کنزدرها به هیچ عنوان ظاهر خیلی خطرناکی ندارن و شما ازشون انتظار ندارید که انقدر قوی باشند. خب بچه‌ها، اینم از لیست امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم دشمن دیگه میشناسید که به ظاهر بیازار باشه اما قدرت خیلی زیادی داشته باشه؟ حتما توی کامنت ها با همون به اشتراک بگذارید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.